در آستانه 8 سالگرد حمله 17 ژوئن به مقر شورای ملی مقاومت ایران در اوورسوواز در فرانسه و خانه های تعدادی از اعضا و هواداران و خانواده های شهدای مقاومت، عدالت پیروز شد و قرار رسمی منع تعقیب رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و 23 تن از مسئولان، اعضا و هواداران مقاومت به اتهام تروریسم و تأمین مالی تروریسم توسط دادگستری فرانسه و قاضی تحقیق ضد تروریسم صادر گردید. پرونده 17 ژوئن که از 10 سال پیش در زمان آخوند خاتمی به عنوان مشوق اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه بر اساس برچسب تروریستی علیه مجاهدین بازگشوده شده بود، از بابت تروریسم به طور رسمی خاتمه یافت. طبق حکم صادره، رسیدگی به اتهامات مالی و پولی در این پرونده نیز به تحقیقات بعدی موکول شده است. برجسته ترین حقوقدانان و وکلای فرانسوی با استقبال از تصمیم صدور منع تعقیب توسط قاضی تحقیق یادآوری کردند که از 1 دهه پیش تصریح کردند که این پرونده علیه جنبش مشروع مقاومت ایران از ابتدا خالی، سراپا سیاسی و به خاطر استمالت و معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران تشکیل شده است. خانم مریم رجوی حکم قضایی فرانسه را به مردم و مقاومت ایران و به ویژه به مجاهدان اشرف تبریک گفت و از همه هموطنان و یاران مقاومت ایران در سراسر جهان به ویژه حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی در فرانسه و دیگر کشورهای جهان که در این کارزار 10 ساله در کنار مردم و مقاومت ایران ایستادند تشکر و قدردانی کرد.